چند روز پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی، وزیر جدید خارجه جمهوری اسلامی با شماری از مقامات منطقه‌ای و غربی تلفنی گفتگو کرد. تنش‌های منطقه‌ای و حمایت‌های نظامی حکومت ایران از روسیه در جنگ اوکراین از محورهای اصلی این گفتگوها بوده. همراه می‌شیم با همکارم سوران خاطری از اتاق خبر صدای آمریکا. سوران، از گفتگوهای عراقچی بیشتر برامون بگو. یکی از مهمترین گفتگوهای عباس عراقچی با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در روز پنجشنبه بود. جوزپ بورل در مورد این گفتگو در شبکه اجتماعی ایکس نوشته: در مورد تجدید تعامل در همه مسائل مورد علاقه متقابل، از جمله نیاز به کاهش تنش و خیشتنداری، توقف همکاری با روسیه علیه اوکراین و عدم توسعه سلاح‌های اتمی، با عباس عراقچی رایزنی کرده. به گفته جوزپ بورل، برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای گفتگو لازمه. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران میگن عراقچی در این گفتگو خواهان توسعه مناسبات با اتحادیه اروپا به شرط احترام متقابل شده. عباس عراقچی همچنین سیاست‌های کشورهای اروپایی در قبال جمهوری اسلامی رو نادرست نامیده و خواهان رفع اونها شده. پیش از اون آنالینا بربوک، وزیر خارجه آلمان، هم با عباس عراقچی تلفنی صحبت کرده بود. به گفته وزارت خارجه آلمان، آنالینا بربوک در مورد تنش در خاورمیانه و شهروندان زندانی با تابعیت آلمانی در ایران با عراقچی رایزنی کرده. خب ما میدونیم تنش ها بین جمهوری اسلامی و آلمان در یک ماه گذشته دست کم بدتر شده، پس از اینکه آلمان مرکز اسلامی هامبورگ و 50 مرکز وابسته به اون رو در این کشور بست. میدونیم که در چند هفته گذشته در یک هفته گذشته هم مؤسسه دو شعبه مؤسسه گوته در تهران بسته شدن. خب عباس عراقچی در گفتگو با همتایان سوریه‌ای و لبنانی خود نیز گفته که رویکرد جمهوری اسلامی در حمایت از سوریه و کشورهای حامی به گفته او مقاومت ادامه خواهد داشت. عراقچی همچنین با همتایان خود در عراق و ارمنستان هم صحبت کرده. عباس عراقچی قبل از سمت وزیر امور خارجه از مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی در گفتگوهای هسته‌ای بود. او پیشتر گفته بود که حکومت ایران به دنبال رفع تحریم‌ها و مدیریت تنش‌ها با ایالات متحده و غرب. از سوی دیگه جناح موسوم به اصولگرا از هم اکنون در حال مخالفت با مواضع عباس عراقچی هستند.